با درود من اسد زریمهر هستم مدیر شبکه تلویزیون ایرانیان کانادا ITC و همچنین سردبیر مجله هفتگی شهر ما تورنتو سرمقاله من با عنوان سخن سردبیر در مجله شهر ما شماره 948 وکیل مردم زمانه به طور شگفتانگیزی عوض شده است این قرن قابل مقایسه با قرن پیش نیست این دهه قابل مقایسه با دهه قبل نیست و امسال هم قابل مقایسه با سال گذشته نیست. همه چیز و همه میارهای جهان به سرعت برق و باد عوض می شوند. در این میان کسی که خودش را عوض نکند همچنان در گذشته باقی مانده و از قافله تمدن جا خواهد ماند. روشنفکران زمان انقلاب اسلامی را نمیتوان با جوانان روشنفکر امروزی مقایسه کرد. و اگر هم در مقام مقایسه براییم متوجه می که روشنفکران آن زمان از نظر سیاسی بسیار کم سواد و یا ناآگاه بودند و به جرأت می توان گفت که جوانان روشنفکر امروزی ایران بسیار برتر و سرامتر از روشنفکران دیروزی هستند. یکی از دلایل مهم آن علاوه بر تکنولوژی اینترنت و ارتباطات پیشرفته امروزی عملکرد جمهوری اسلامی است که ایران را از اوج عزت به قعر ذلت کشانده اگر قرار بود که جوانان هوشمند ایرانی بنشینند و فقط به دهان اپوزیسیون خیره شوند که آنها چه میگویند و چه راهکاری را پیشنهاد میدهند اکنون جنبش و انقلاب آزادی ایران به ماه پنجم نمیرسید همه بزرگان و دستاندارکاران سیاسی از عملکرد جوانان جسور و شجاع ایران شگفت زده شدهاند جوانان ما به بزرگان و سیاسیون ایران درس بزرگی دادند و به آنها فهماندند که به عمل کار براید به سخندانی نیست. اکنون هم رهبران اپوزیسیون باید به جوانان دلیل و از جان گذشته ایران که با وجود حکومت اسلامی هیچ آینده روشنی را در افق زندگیشان نمی بینن اعتماد کنند و به رأی آنانی که به رضا پهلوی وکالت می دهند احترام بگذارند تا پس از دهها حرف زدن به یک راه حل عملی برسیم. انقلاب جمهوری اسلامی در وجود ایرانیان و به ویژه جوانان ما چنان حس بیداری و آگاهی به وجود آورد که در طول تاریخ ایران بی نظیر بوده که همه ایرانیان هم ایرانیان آزاده هم منتظرش بودن امروزه به جرأت میتوان گفت که از نظر آگاهی و بینش سیاسی ملت ایران به ویژه جوانان ما سرآمد همه ملت های جهانند یکی از مهمترین نمونه های آن حضور مردم در کف خیابان های ایران و همچنین در کف خیابان های کشورهای ایرانی نشین جهان است که چگونه آزادی و برابری را فریاد میزنند. اگرچه خیزش و انقلاب آزادی ایران به طور خودجوش توسط جوانان ما در ایران و در سراسر جهان شکل گرفت ولی هر جنبش و خیزشی به هماهنگ کننده و یا به اصطلاح به یک رهبر و یا شورای رهبری نیاز دارد سالها پیش بسیاری از هموطنان ما از شاهزاده رضا پهلوی انتظار داشتند که به عنوان رهبر و کسی که میتواند این جنبش را به سرمنزل مقصود برساند پا پیش بگذارد اما چنین نشد و او آشکارا اعلام داشت که هیچ تمایلی به سلطنت و یا حکومت آینده ایران ندارد. به گمان من علت اینکه ایشان پا پیش نگذاشت تا رهبریت آزادی ایران را به عهده بگیرد مشکل سازمان ها و نهادهای سیاسی خارج از کشور بود. زیرا آنها به یقین این انتقاد را بر او می که رضا پهلوی در پی قدرت و حکومت است و میخواهد خواهد سلسله پهلوی را تداوم ببخشد. شاهزاده رضا پهلوی قبلا دو بار با ما در تلویزیون آی تی سی گفتگو کرده و من او را به عنوان یکی از دموکراتیک ترین شخصیت ها در جهان می شناسم ایشان بیش از چهار دهه با افراد گوناگون از نهادها و سازمان مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانی برخورد و گفتگوهای بسیاری داشته و میداند که سرانجام سرانجام دیکتاتوران چگونه خواهد بود او در این مدت طولانی به خوبی دریافته است که بهترین نوع حکومت دموکراتیک در, در جهان چیست. شاهزاده رضا پهلوی به ابتکارات زیادی از جمله سازمان قغنوس، سازمان فرشگرد و نهادهای دیگر دست زد که متاسفانه موفقیت چندان چشمگیری نداشتند. شاید آنها هم شاید این دلیل بود که او پیشنهاد دهنده تشکیل آن نهادها بود و نه رهبرشان. او در یک گفتگو در تلویزیون مانوتو سرانجام پذیرفت که تلویحا بگوید که اگر قرار باشد من کاری بکنم نمیخواهم که سرخود و از طرف خودم باشد بلکه مردم باید مرا به با عنوان نماینده و یا وکیل خود بپذیرند تا من از جانب آنها رهبر و سخنگوی انقلاب و آزادی ایران باشم او به احتمال بسیار به این نکته اشاره داشت که تنها به این وسیله میتوان جلوی افترا زدن اپوزیسیون را گرفت ظاهرا علت آنچه که اپوزیسیون مخالف با وکیل شدن رضا پهلوی از طرف مردم هستند اهمیتش بیشتر از اولویت دادن به نجات ایران از چنگال حاکمان ستمگر کنونی است وگرنه در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می کند که اختلاف های حزبی و مرامی را باید کنار گذاشت تا به هدف اصلی که همانا سقوط جمهوری اسلامی است پرداخت امروزه همه میدانند که یک وکیل نمیتواند هر آنچه که دلش میخواهد به ضرر موکلش انجام دهد چون در دنیای امروزی و با تکنولوژی های پیشرفته هر عمل و هر چیزی به راحتی زیر ذربین چش... چشمان تیزبین مردم قرار میگیرد هرگز در آینده ایران آزاد این اتفاق نخواهد افتاد که یک نفر همچون خمینی حرفی بزند و مردم ناآگاه بدون هیچ چون و چرایی آن را بپذیرند ملت بیدار و هوشیار کنونی ایران دیگر به هیچ عنوان زیر بار دیکتاتوری از هر نوعی که بخواهد باشد نخواهد رفت از آنجا که ملت آگاه امروزی ایران با ملت زمان انقلاب اسلامی کاملا فرق دارد به همین جهت این بهترین فرصت برای اپوزیسیون و مخالفان وکالت رضا پهلوی است که برای اولین بار هم که شده تئوری حزب و سازمان خود را کنار گذاشته و یک بار دیگر به جوانان غیور ایران کمک کنند تا به آزادی برسند و اینو بدونن که هر گونه تعلل و سستی که در راه پیشرفت انقلاب آزادی ایران به وجود آید به قیمت از دست رفتن جانهای با ارزش جوانان ما خواهد بود و این گناهی است نابخشودنی که در تاریخ هم ثبت خواهد شد من هم به رضا پهلوی وکالت می دهم تا به همراه یارانش مانند علی کریمی، مسیح علی نجاز، شیرین عبادی، نازنین بنیادی، گلشیفتی فراهانی و همه کسانی که از محبوبیت مردمی برخوردارند و از طرف مردم مورد تایید هستند وکیل مردم ایران باشد. و در جوامع بین سخنگو و حافظ منافع ملت ایران بوده و برای براندازی رژیم دیکتاتوری ضد ایرانی هموطنان ستمدیده ما را رهبری و هماهنگی کند. به امید آزادی و آبادی ایران پاینده و پویا باشید.